گوگل رو همه ما میشناسیم و احتمالاً خیلی از ماها اولین گوشیمون اندرویدی بوده که یکی از محصولات انقلابی این شرکت محسوب میشه. اما شما میدونین که اهالی ماونتن ویو چند تا پروژه شکست خورده دارن؟ اصلا میدونین گوگل چند تا اشتباه بزرگ داره که هنوز ازشون خجالت زده است؟ تا آخر ویدیو همراه زومید باشین تا بریم سراغش. گوگل پلاس. از گوگل پلاس بیاین شروع بکنیم. اولین شبکه اجتماعی گوگل که اومد با فیسبوک مثلا رقابت بکنه و با ایده فوق‌العاده به اسم سرکل شروع شد. فضاهایی که مربوط به یه موضوع خاصی بودن. مثلا فرض بکنید شما عشق فناوری بودین، حالا می‌خواستین میتونستین وارد یک سرکل بشین که توش پر از آدمایی مثل شما. ولی خب کاربرا زیاد نتونستن فضای گوگل پلاس رو درک بکنن. واسه همین زیاد نیومدن سمتش. بعد خب فیسبوک هم دنیا رو قبضه کرده بود و کسی اصلا حوصله تست کردن یه شبکه اجتماعی جدید و نداشت. دیگه میدونید چی میگم، چه کاری آدم بره مثلا یه جایی که هیچکی توش نیست. واسه همین سال 2019 این سرویس کلا تعطیل شد و درش هم تخته شد. گوگل نال. اهالی ماونتن ویو حتی با ویکی‌پدیا هم سرشاخ شدن. البته سرشاخ که نه، همینطوری اومدن گفتن ما بلدیم، که مشخص شد نه بلد نیستن. گوگل توی سال 2008 یه سرویس داد به اسم نال که کپی ویکی‌پدیا بود. همه هم میتونستن توش صفحه درست کنن و خب همین موضوع شد پاشنه آشیلش، چون خب میدونین با این ویژگی دیگه چه کارایی میشه کرد. واسه همین تا سال 2009 فقط 127 هزار کاربر ماهانه داشت و گوگل با این حجم از مخاطب نمیتونست کسب درآمد بکنه. این شد که توی سال 2012 کلا تعطیلش کرد. گوگل باز. سرشاخ شدن گوگل فقط به فیسبوک و توییتر منتهی نمیشه و توی سال 2010 گوگل باز رو معرفی کرد که دقیقا کپی توییتر بود. سوالی که پیش میاد اینه که دلیل استفاده از این سرویس برای کاربرا چیه؟ هیچی. دلیلی نداشت. این شد که یه سال بعدش، فقط یه سال بعدش، گوگل باز رو تعطیل کرد و رفت به کارش. پروژه آرا. پروژه آرا یکی از جذابترین شکستای گوگله. اهالی ماونتن ویو توی سال 2014 میخواستن یه گوشی بسازن که بشه آپگریدش کرد، مثل همین کیس کامپیوتر که حالا پردازنده رو در میاری یکی قوی تر میذاری جاش. ولی خب گوگل دو سال بعدش تعطیلش کرد. هیچ وقت هم دقیق نگفت چرا، و فقط گفت این ایده جواب نمیده. یه نگاه هم به قیافش بکنین احتمالاً خودتون متوجه بشین که اصلا چرا لغوش کرد. گوگل انسرز. گوگل انسرز اینطوری بود که کاربر می اومد یه سوال میپرسید، بعد مثلا میگفت برای جوابش $2 میدم. یکی هم که بلد بود میومد جواب میداد و $2 به جیب میزد. اما خب چرا باید پول بدیم؟ دیگه سوال که توی کل اینترنت مجانی ریخته، تازه اونم با جواب درست حسابی. خلاصه عمر گوگل انسرز فقط 4 سال بود و از سال 2002 تا 2006 فعالیت کرد. خدایی به نظرم 4 سالم خوب دوام آورد. تانگو. تانگو یه پلتفرم بود که توسعه دهنده‌ها میتونستن باهاش برنامه‌های AR یا امور واقعیت افزوده بسازن. حالا چی شد که این پروژه لغو شد؟ به خاطر استقبال نشدن؟ نه، اتفاقا این یکی خوبم استقبال شد. ولی یهوی گوگل برنامه‌اش تغییر کرد و 4 سال بعدش کنسلش کرد و یه پروژه جدید به اسم AR Core رو باهاش جایگزین کرد که الان توی گوشی‌های اندرویدی اکثر شماها هست و هنوزم داره فعالیت می‌کنه. گوگل اسپیس. گوگل اسپیس هم مثل گوگل پلاس امکان ایجاد گروه داشت و با یوتیوب و کروم و موتور جستجوی گوگل هم یک پارچه شده بود. گوگل اسپیس نتونست توجه افراد زیادی رو به خودش جلب کنه و توی سال 2019 کارش در واقع به گورستان پیام‌رسان‌های گوگل رسید. دلیلش هم خب مشخصه دیگه، کاربرش علاقه بهش نداشتن و بازم از این استقبال نکردن. اصلا بزن یه سوال الان هادی بپرسم. هادی اینجاست، هادی لحظه بیا از من یه سوال بپرسم. حالا شما خدا وکیلی بین واتساپ و گوگل اسپیس کدومو انتخاب بکنید؟ قطعاً تلگرام. تلگرام. گوگل گلس. شروع گوگل گلس طوفانی بود و قوقایی به پا کرد. توی سال 2012 همه جا صحبت از عینک هوشمند گوگل بود و همه میگفتن آینده گوشی ها همین عینک هوشمنده. ولی الان توی سال 2022 خبری از گوگل گلس نیست. دلیلش هم مشخص نیست که چی شد یا گوگل بیخیال عینک هوشمندش شد. حالا یه سری ها میگن به خاطر قیمت بالاشه، یه سری ها هم از محدودیتاش میگن، یه سری ها میگن اصلا هیچکی نمیخرید اینو و نظر کسی رو جلب نکرد. ولی خب ایده جالبی بود که متاسفانه لغو شد. خسته نشدین که بریم سراغ ادامه لیستم. گوگل دی دریم.
سال 2016 گوگل اومد با بزرگای دنیای هدست‌های وی آر رقابت کنه، اما به شکست منجر شد. گوگل دی دریم هدست واقعیت افزوده مجازی گوگل بود که برای استفاده ازش حتما باید گوشیتون رو داخلش می‌ذاشتین. کلاً محدودیت‌های گوگل دی دریم بچه‌ها زیاد بود و سال 2019 گوگل هم دید نمیتونه رقابت کنه، واسه همین کلاً بی‌خیالش. گوگل هلس. گوگل هلس دو بار شکست خورد، یه بار سال 2012 و یه بار هم سال 2021. داستان از این قرار بود که گوگل میخواست سرویس سلامتی خودش رو تبدیل کنه به کتابچه ای از سوابق سلامتی افراد. یعنی شما رفتین فلان جا دکتر، خب این ثبت میشد. به فلان دارو آلرژی دارین، ثبت میشد. چپ میرفتین، ثبت میشد. راست میرفتین، ثبت میشد. از طرفی مردم غربم برخلاف ما که هی میگیم حالا بفهمه دیگه دارو چی میخوریم، مگه قراره چی بشه و این صحبت، از حجم اطلاعاتی که گوگل داشت ازشون میگرفت ترسیدن و از گوگل هلس استفاده نکردن. واسه همین سال 2012 پروژه به خاطر استقبال نشدن از سمت مردم شکست خورد. سال 2018 دوباره این پروژه از سر گرفته شد و یه تیم براش ایجاد شد، ولی باز به خاطر استقبال نشدن از طرف مردم لغو شد و تیم اونم با گروه هوش مصنوعی گوگل هلس ادغام شد. گوگل لایولی. سرویس گوگل لایولی این امکان رو به مخاطبا میداد که یه زندگی مجازی رو بیان شروع بکنن. میتونستن آواتار بسازن و توی موضوعات مختلف شرکت بکنن و صحبت بکنن. هنوز چند ماه از عمر سرویس نگذشته بود که گوگل گفت میخوام رو بقیه کارام تمرکز کنم، واسه همین گوگل لایولی رو کنسل میکنم. اصلا نذاش بفهمیم چرا اینطور شد. نکسوس کیو. نکسوس کیو توی سال 2012 و توی رویداد گوگل آی او رونمایی شد و قیمتش هم 299 دلار بود. جالبه که بدونین اصلا این دستگاه راهی بازار نشد، چون گوگل یه کاری کرده بود که نکسوس کیو فقط با محصولات خودش سازگار باشه و مشتری‌ها هم کلی سر همین قضیه اعتراض کردن. آخرش گوگل قبل از اینکه یه دونه هم بفروشه تولیدش رو متوقف کرد. گوگل تاک. الان میخوایم بریم سراغ یه پیام رسان دیگه و یه شکست دیگه. البته نه یه شکست تمام عیار، در واقع گوگل این سرویس رو به نفع هنگاوت تعطیل کرد. این پلتفرم با جیمیل و گوگل ویدیو یک پارچه شده بود و کاربرا میتونستن هم پیام متنی ارسال کنن و هم تماس ویدیویی بگیرن. با اینکه استقبال تقریبا خوبی ازش شد، ولی گوگل هنگاوت رو معرفی کرد که با جیمیل هم یک پارچه شده بود و استقبال خوبی هم ازش شده بود. واسه همین گوگل تاک توی سال 2017 کنار گذاشته شد. یک سال قبلش هم گوگل الو رو معرفی کرد که یه چیزی تو مایه های آی مسیج اپل بود، ولی نه درست پیغام میداد نه درست اسمس. این شد که کاربرا هم مثل گوگل گیت شدن و عطاشو به لغاش بخشیدن و گوگل هم همین کار رو کرد و توی سال 2019 کلن تعطیلش کرد و ویژگی هاش رو به سرویس مسیج اضافه کرد. گوگل نکسوس. سری نکسوس گوشی‌های خود گوگل بودن که شرکت‌های دیگه مثل سامسونگ، LG و HTC تولیدش می‌کردن. یعنی عملاً گوشی رو مثلا LG تولید می‌کرد، ولی اسم نکسوس روش بود چون طراحیش برای گوگل بود و اندروید خالص هم روش بود. گوگل براش کلی تبلیغ کرد، ولی سری نکسوس وجه تمایز زیادی نداشتن. در واقع هیچ وجه تمایزی نداشت. تبلیغات گوگل باعث شد که انتظارات بره بالا و از اون طرف کسایی که مدلای این سری رو خریده بودن ناراضی بشن. همین شد که فروش سری کاهش پیدا کرد و گوگل بعد از 6 سال سری نکسوس رو کلن گذاشت کنار. گوگل پلی موزیک. اون قضیه گوگل اسپیس بود، گوگل اومد یه حرکت مشابه زد. با اینکه میشد قابلیت پخش موزیک رو به یوتیوب اضافه کنه مثل چیزی که همین الان هست، ولی یهویی اومد گوگل پلی موزیک رو معرفی کرد. جدای از اسم درازش اصلا وارد برنامه میشدی سرگیجه میگرفتی، معلوم نبود چی به چیه. من خودم چندین بار راستش خواستم برم سمتش، ولی حتی برای پخش آفلاین هم از پلیرش استفاده نکردم. بقیه هم فکر کنم همینطور باشن. بعدش گوگل سرویس یوتیوب موزیک رو معرفی کرد و عملا ریشه گوگل پلی موزیک رو زد. واسه همین سال 2020 پایان راه این سرویس اعلام شد. گوگل گوگلز. اینجا دیگه الان ما دو تا گوگل داریم، البته درسترش گاگلز ها، به جای دو تا او دو تا جی داره که یعنی عینک. اسمشو که بذاریم کنار به قابلیتاش میرسیم که دقیقا روی کاغذ مثل گوگل لنز بود و میشد با دوربین گوشی مثلا از لوگو عکس بگیری، بعد بهت بگه که این لوگو کدوم لوگوی در واقع کدوم شرکته. خلاصه که با دوربین سرچ میکرد، ولی عملکردش چندان خوب نبود و با ورود گوگل لنز این سرویس لغو شد. و با وجود اینکه 8 سال وجود داشت، ولی مطمئنم خیلیاتون
که دارین الان این ویدیو رو میبینین اصلا ازش خبر نداشتین، حالا شاید هم داشتین دیگه، ولی فکر نمیکنم داشته باشه. داج بال. داج بال سال 2000 معرفی شد، اما نه توسط گوگل، بلکه توسط دو نفر به اسم دنیس کراولی و الکس راینرت. الکس را امیدوارم اسم درست تلفظ کرده باشم. کار سرویس هم این بود که موقعیت جغرافیاییت رو با بقیه دوستا و آشناها به اشتراک میذاشت. سال 2005 گوگل این سرویس رو خرید، اما دو سال بعدش دنیس و الکس جون دل شکسته شرکت رو ترک کردن، چون به گفته خودشون گوگل به این پلتفرم اصلا توجه نکرد. کل پروژه هم سال 2007 لغو شد و رفت به کارش. البته بعدش دوباره این سرویس رو با اسم گوگل لاتیتود معرفی کرد که بازم شکست خورد. خب این بود از لیست شکست های گوگل. چند تا مورد هم هست که به خاطر طولانی شدن ویدیو راستش اسمشون نیمد، مثل باگ های بیشمار گوشی های پیکسل، ضبط صدای کاربرا توسط گوگل اسیستنت، نمایش تبلیغات بر اساس محتوای ایمیل شخصی و همکاری با پنتاگون. همونطور که توی ویدیو قبلی هم گفتیم، همه شرکت های بزرگ برای رسیدن به موفقیت آزمون خطای زیادی میکنن و گوگل هم از این قاعده مستثنا نیست. شاید دلیل اینکه گوگل این همه شکست داره اینه که پروژه هاش رو زیاد توی فاز بررسی نگه نمیداره و سریع معرفیشون میکنه. خب دیگه رسیدیم به آخر ویدیو. دمتون گرم که تا آخرش با ما همراه بودین. اگر سوالی دارید یا حالا اگر نظری دارید یا اصلا فکر میکنید پروژه‌ای رو ما جا انداختیم داخل ویدیو بهش اشاره نکردیم، حتما داخل کامنت ها بنویسید که در موردش با هم دیگه گپ بزنیم. مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصیم.